بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عبد الله ابن الوليد الوصافي قال: سمعت أبا عبد الله جعفر ابن محمد عليهما السلام يقول: ثلاث لا يضر معهن شيء. این سه خصوصیت اگر در شما باشه، نگرانی از حوادث گوناگون دنیوی و اخروی دیگه نداشته باشه. نه اینکه حادثه ای رخ نمیدهد، بلکه معناش این است یک مسئولیتی در شما به وجود می آورد که این حوادث ضرری بر شما وارد نمی کنه. این خصوصیت رو اگر رعایت بکنید، اثر و نتیجهش اینه. اولی الدعاء عند الكروبات، وقتی که حادثه تلخی، کربه‌ای، یعنی گرفتاری، هم و غم مهمی براتون پیش میاد، متوسل بشید به ذیل عنایت پروردگار، دعا کنید. دعا کنید. دعا و تضرع. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا در قرآن. وقتی که حادثه پیش میاد، ازان بایستی به خدای متعال پناه ببره و دعا کن. این دعا منافات ندارد، با اینکه انسان در مقام عمل، در مقام تدبیر، همه اون کارهایی که بر عهده یک انسان عاقل و متفکر و مدبر است انجام بده، منافاتی نداره. اما در این حال دعا لازم است. پیغمبر اکرم در میدان جنگ، در وسط میدان جنگ، وقتی کار مشکل میشد، دستها رو بلند میکرد به دعا و اشک میریخت و از خدای متعال نصرت میخواست. ماها که انهو اگر چنانچه در یک حادثه ای به خدای متعال تضرع کنیم، از مردم و از کسانی که شاهد و ناظر ما هستن، گنهو خجالت میکشیم. گنهو این دعا و تضرع عندالله رو اقرار به ناتوانی خودمون در مقابل این قضیه قرار میدیم. فرض کنید حالا یه توطئه‌ای از طرف استکبار مثلا به وجود آمده، باید مشتاره گره کنیم و همینطور حماسه و شعار بدیم، دعا و خدایا خودت کمک کن، اینا نباید باشه. ما اینجور تصور میکنیم. پیغمبر اکرم نه، وسط میدان جنگ که دشمن او رو احاطه کرده و حادثه های بزرگ در پیشه، اونجا تضرع میکرد، گریه میکرد، توسل میکرد، دعا میکرد، از خدای متعال میخواست. البته جنگم میکرد، تدبیرم میکرد، آرایش جنگی لشکر را هم به بهترین وجهی انجام میداد. در دفاع مقدس خود ما هم همینجور بود. در اینجا هم بچه های ما، جوان های ما متوسل میشدند به ذیل عنایت حضرت حق و به ائمه اطهار علیهم السلام در سختی ها، در مشکلات بزرگ دعا میکردن، خدای متعال هم فرج میداد. این یک. پس اول دعای در سختی ها، کروبات، لل استغفار عند الذنب. دومی استغفار کردن در وقتی است که گناهی از انسان صادر. ما شب و روزمون مبتلاست به معاصی و ذنوب کوچک و بزرگ، بعضی رو میفهمیم، بعضی رو هم خودمون ملتفت نیستی، عادی شده برام.
اون ذنبی و گناهی که ملتفت شدیم وقتی انجام دادیم بلافاصله استغفار کنیم. استغفارم فقط گفتن استغفر الله و اتوب الیه نیست، یعنی واقعا عذرخواهی کنیم. استغفار یعنی عذرخواهی از پروردگار، معذرت خواهی، معذرت میخوام پروردگارا. این استغفار، این موجب میشود که موانع استجابت دعا برداشته بشه، موانع صدور دعا برداشته بشه، موانع تضرع برداشته بشه. دعا استغفار خصوصیتش اینه: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عزم تغير النعم تنزل النقم تحبس الدعاء. این هم یک. پس استغفار هم اون کار دومی است که اگر چنانچه انجام بدیم نگرانی های ما از ضرری که از حوادث متوجه میشه برطرف خواهد شد. سوم و شکر عند النعمه، هر نعمتی که خدای متعال به شما داده شکر کن که لئن شکرتم لأزیدنکم. این شکر نعمت موجب افزایش نعمت. در روایت دارد که هر وقت یادتون آمد، نه حالا الانی که نعمت رو خدا داد، نعمتی که قبلا داده، هر وقت یادتون آمد از این نعمت سر به سجده بگذارید، بگید الحمدلله رب العالمین. روایت داره. اگر سوار اسب هستید، گاهی انسان یه جوری تو خیابون تو کوچه است نمیتونه مثلا بیفته، میگن اگر سوار اسب هستید سرتون روی اون قاچ زین بگذارید، بگید الحمدلله. یادتون میاد تو کوچه، حالا سجده نمیدونید بکنید، بگید الحمدلله رب. یعنی شکر نعمت در همه احوال این سه چیزی است که موجب میشود انسان دیگران و دلواپس زیان حوادث گوناگون در پیرامون خود نباشد.